ما در هیچ نظام کیفری در واقع اتهام جنایت علیه بشریت با شهادت اثبات نمیشه. یعنی شما اگر فارغ از صلاحیت شاهد یا عدم صلاحیت شاهد که خود بحثی علاهده هست در این مورد، اما من حیث ادله اثبات زمانی که شما تنها و تنها در واقع دلیل اثباتتون شهادت هست، اصلا گیرم همه شهود صالح که این خودش میبایستی اینوستیگیت بشه توسط دادگاه مورد تحقیق قرار بگیره که آیا شاهد واقعا با اون رخدادی که ادعاش رو میکنه مرتبط بوده است به لحاظ زمانی، به لحاظ مکانی، آیا صلاحیت شهادت دارد ندارد، این بحث علاقه‌ای. ولی گیرم شما نه 50 تا 250 تا 2500 تا شاهد دارای صلاحیت هم بیارید، سوال این است که آیا اتهام جنایت علیه بشریت به صرف شهادت قابل اثبات هست یا خیر؟ این نکته اول. نکته دوم، ما در مورد شخصی داریم الان، متهمی داریم حرف میزنیم که این متهم با اسم دیگری در واقع اون اتهام ازش در اون فعل اتهامی ازش سر زده. نکته دیگری که داریم این است که میبایستی که در واقع تشخیص هویت در مورد ایشون و انطباق هویت در مورد ایشون شکل بگیره، انجام بشه. باز این هم مطلبی نیست که با شهادت اتفاق بیفته. یعنی مثلا 1000 نفر هم اگر جمع بشن بگن ایشون آقای مسعود خدابنده نیست، آقای حسن حسینی هست، این چیزی نیست که با شهادت اثبات بشه که ایشون حسن حسینی هست و آقای خدابنده نیست. نکته دوم. نکته سومی که در این دادگاه داریم در حال حاضر، فارغ از شهادت هایی که سازمان مجاهدین آورده در مورد شهادت آقای مساوی که من امروز میشنیدم، یکی از اتاقهای کلاب هاوس پخش مستقیم میکرد، من شهادت بی ارتباط به اتهام رو امروز در واقع شنیدم. یعنی اینکه شما در مورد اتهام جنایت علیه بشریت مثلا شهادتتون ناظر به دوش حمام و توالت رو نمیدونم اینها بوده باشه یا نحوه نگهداری زندانیان اینها باشه، این خیلی کمکی به اثبات و احراز در واقع اتهام توسط دادگاه نمی کنه و بیشتر موجب سردرگمی دادگاه خواهد شد به نظرم.